نوبتی هم باشه نوبت یه ماهی شکمپوره، یه حلوا سیاه شکمپوره بسیار خوشمزه که ماهیش هم فیشان تایم برام فرستاده با یه سری چیزای دیگه. ببینیم توش چه خبره. یه ترشی عمده، ادویه مخصوص ماهی، شاه میگو، اینا هر 10 تا دونش 1 کیلوه ها. ماهی سرخو اصل قضیه، یه حلو سیاه قراره شکمشو پر کنیم. برای شروع بریم سراغ تمدار کردن ماهیمون. زعفرون دم کرده قشنگ همه جای ماهی بمالید، حتی داخلش ببینید چقدر هم تمیز پاک شده. بعد نوبت نمک و فلفله، نمک، حالا فلفل، و در نهایت یه مقداری هم از ادویه مخصوص ماهی و میگویی که خود فیشان تایم داره. بریم برای ماساژ ماهیمون. دوستاشم جا ماهیه بودم. حداقل برای نیم ساعت میذاریم داخل یخچال که تم بره به خوردش. برای سبزی گیشنیز و جعفری به همراه کمی شنبلیده بس حسابی خورد بشه. مجموعا من 700 گرم سبزی گرفتم. بریم سراغ مواد داخل ماهیمون. من چون میخوام از پیاز داغ استفاده کنم، اول سبزیامون رو تفت میدم. اگر شما میخواید درست بکنید اول پیازتون رو تفت بدید. آب سبزیامون که رفت، نوبت اضافه کردن روغن جامده. 4 تا حبه سیرم رنده کردم، بهش اضافه میکنم تفت بخوره، و پیاز داغ، آب تمر هندی، لب انار، گردو، من یه مقداری هم نمک اضافه میکنم. مواد یکم با هم دیگه تفتشون میدیم. این ترکیب طلایی ماهی و فوق‌العاده خوشمزه میکنه. دیگه وقتشه که بره داخل شکم ماهی. ماهی اون که قشنگ طعم‌دار شده، بریم برای پر کردن داخلش. هر دو طرف ماهیمون هم یه مقدار روغن زیتون میزنیم. من چون 3 تا دست نداشتم از بابا کمک گرفتم. خیلی ممنون. باز ماساژش میدیم. میذاریمش داخل فر با دمای 180 درجه برای 45 دقیقه تا یه ساعت. ماهی هم که بدون سبزی پلو نمیشه. من برای سبزی پلو یه ذره سیر تازه میذارم رو برنج تا باش طعم بکشه. برنجمون آماده شد. یه قابلمه کوچیک که قبلا توش یکم روغن ریختم و برنج رو بهش اضافه میکنم و از سبزی پلو روش میریزم تا یه کته خیلی خوب با تریگ زعفرونی داشته باشیم. ماهیمونم آماده است. اصلا یاد کنید قاشقو میزنم. به به چه بافتی. اینجا بود داخلش هم میداریم، میداریم اینجا یه تیکه میتونم کنیم. ببینیم چطور شد. فوق العاده شده. ماهی تازه، یه رسیپی خوب، فیشان تایم از دست ندید. از دریا تا سفره شما در کمتر از چند ساعت. فیشان تایم.